جور و صحتمند باشین. ما و شما به این درس خود که تاریخ صنف نهم است و موضوعش اوضاع افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه است میخواهیم که برای شما درس بدم و بالای همین موضوع بحث کنیم که البته عنوانهای دیگه داریم که وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه عبدالی چگونه بود. خب قسمی که شما میفهمین تاریخ صنف نو در کل تاریخ معاصر افغانستان است و تاریخ معاصر افغانستان از سال 1747 میلادی زمانی که احمد شاه عبدالی قدرت به دست میگیره شروع میشه و حتی فعلا ما میگیم تاریخ معاصر. جایگاه کتاب ما قسمی است که ما شما دوره تاریخی رو به چهار بخش تقسیم کرده بودیم: قرون اولیه یا اولا، وسطای وسطی، جدید و معاصر. پس ما شما در صنف 8 کتاب که مربوط قرون جدیده میشه خوندیم و در کتاب صنف 9 ما تاریخ معاصر رو میخونیم. خب اوضاع افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا چی گونه بود؟ قبل از به قدرت رسیدن احمد شاه بابا افغانستان یک حکومت قدرتمند داشت که او حکومت تیموریان بود. زمانی که حکومت تیموریان در هرات در سقوط مواجه میشه اینجاست که دولت بابوری، دولت صفوی و همچنان دولت ازبکای شمال بالای افغانستان تعرض میکنن و قندهار را تصرف میکنن. دهی وقتی که اینا قندهار را تصرف میکنن طبعا یک مالیات سر مردم وضع میکنن و همچنان پارکا و باغا را کلن در اختیار عساکر میباشن. ده از امی لحاظ است که مردم دیگر توان از این را نداره که در مقابل از اینا مقابله کنن. اما با او هم قیامای پراگنده علیه سه حکومت در افغانستان شروع میشه که قیام اول به وسیله بایزید انصاری یا پیروخان در قسمت شرق، قیام خوشحال خان خطک به ضد دولت مغولی هند و همچنان قیام میرویس خان به ضد صفوی که میرویس خان صفوی در سال 1709 میتونه حکومت صفوی را و گرگین خان که نماینده خاص صفوی است را از بین ببره. از لحاظ سیاسی ما براتون گفتیم که افغانستان از سه طرف تحت فشار سیاسی قرار داشت. از نگاه اجتماعی مردم ما شما در وقت فقط زراعت و مالداری پیششان بود، استخراج معادن هم در یک حدودی و اکثریت مردم ما شما مصروف صنایع دستی بودن. از نگاه اجتماعی بود، اما از نگاه اقتصادی چون که تحت فشار یکی از کشورها قرار میگیرن بنان افغانستان از نگاه اقتصادی اقتصادش ضعیف میباشه چون مالیه میتن و همچنان در بخش اقتصاد و در بخش بازار کدام فعالیت اقتصادی مردم نمیتونه، چون وقتی که جنگ بود تمام فعالیت ها را صدمه میزنن. قیامی که روشانیان کردن او در کتاب تاریخ صنف 9 در یک حدودی نوشته است، اما در تاریخ صنف 12 واضح تر شدن. بایزید روکان فرزند شیخ عبدالله انصاری بود و علیه حکومت مغولی قیام کرد و بالاخره یکی از کسایی به نام ملا آخوند مغولا تحریک کرد به ضد پیروشان و ایرا به نام پیر تاریک نامگذاری کرد و حکومت از این باز سقوط کرد. خوشحال خان خطک خودش یک شخص شاعر زبان پشته بود، یک شخص سیاسی بود و ای در مقابل دولت مغولی قیام کرد. 4 سال در زندان بود و حدود 80 سال و 80 سالگی از دنیا رفت و حکومت از این پایان یافت. بعدن
زمانی که گرگین خان سفیر صفوی را میایه به طرف قندهار و حکومت صفوی را در قندهار رهبری میکنه، اینجا میرویس خان هوتکی به ضدشان قیام میکنه که بعدا ایره تبعید میکنن به طرف ایران و از اونجا میره به عربستان و از اونجا فتوای جهاد علیه دولت صفوی به دست میاره و میایه و در سال 1709 حکومت مغلا را سقوط میده و دولت هوتکی را ایجاد میکنه. موضوع بعدی ما وضعیت اجتماعی را اینجا در دست شما در یک عنوان دیگه تشریح کردن که وضعیت اجتماعی عین با قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی چگونه بود. خب زراعت مالداری پیششون بود، قبلا هم گفتیم مکتب هنری هرات، توسعه علم و ادب و همچنان حصارهای بسیار بزرگ نظامی در افغانستان وجود داشت. باغ ها و تفریگاه ها جهت طرف خستگی عساکر استفاده می شد. سیستم آبیاری و بندها که قبلا در نتیجه جنگ ها از بین رفته بود و بود و دوباره تخریب شد. و مردم ما شما گفتیم که در صنایع دستی مصروف است و گلیم بافی، قالین بافی در میان مردم مروج بود. ولی پول و مسکوکات فلزی قبل ازی وجود نداشت. زمانی که احمدشاه قدرت به دست میگیره بعدا این مروج میشه و از پول و مسکوکات فلزی هم استفاده صورت میگیره. امید است که از درس اول ما شما چیزی را یاد گرفته باشین. خب شاگرد عزیز، درس اول کتاب تاریخ صنفنوی ما شما از افغانستان قبل از به قدرت رسیدن احمدشاه ابدالی بود که وضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شما برای شما تشریح کردم. امید که از درس ها چیزی را یاد گرفته باشین. اگر انتقاد، پیشنهاد و یا نظریاتی دارین میتونین از طریق واتساپ با استادای مربوطه خود به تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنین.